موقعیت اسلام در ایران از زبان امام جمعه سنندج حسام الدین مشتهدی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهر سنندج خطبه های نماز روز جمعه دوازدهم مهر ماه را به دو موضوع انتقاد از تعلیق اجرای احکام اعدام متهمین به قتل دو تن از سرسپردگان رژیم در سنندج یعنی ملا محمد شیخ الاسلام و ملا برهان عالی و انتقاد شدید از مردم کردستان و جوانان برای عدم شرکت در نماز جمعه و تماشای کانال های تلویزیونی ماهوارهی به جای آن و الگوبرداری از برنامه این کانال ها در اوقات فراغت اختصاص داد. این امام جمعه در بخشی از خطبه گفت توجه و اعتقاداتی که مردم در گذشته نسبت به مسائل دینی داشتند بسیار پررنگتر از امروز بود. متاسفانه با وجود امکانات و امنیت بسیار بالایی که به برکت نظام اسلامی و نیروهای خودون در کشور برقرار است، توجه به مسائل دینی و انجام دستورات اسلام در بین مردم مورد بیمهری قرار گرفته است. با وجودی که مساجد همه امکانات لازم را دارند، اما حضور مردم بسیار کمرنگ شده است. شبکه های ماهواره مردم را از انجام فرائض دینی همچون ادای نماز سر وقت قافل کرده و الگوی بسیاری از جوانان امروز ما افرادی هستند که در سریالها و فیلم های ضد اخلاقی و اسلامی شبکه های مختلف ماهواره بازی می کنند. موقعیتی که مشتهدی به تصویر می کشد و با کلامی سریح در خطبه های نماز جمعه به زبان می تنها بیانگر موقعیت اسلام در کردستان نیست، بلکه تا حدودی موقعیت و آینده اسلام در ایران را نیز بیان می کند. بارها و بارها از قول امامان جماعت شنیده و خانده ایم که دوری و فاصله مردم به ویژه جوانان از مساجد بیشتر و بیشتر شده و مساجد خالی از نمازگزار است. همین چندی پیش بود که حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز رژیم در سالگرد مرگ جعفر صادق در سخنانی از مردم پرسید آیا بخشی از این تحریم ها و سیلی ها به خاطر خالی شدن مساجد نیست؟ یا روز جمعه دوازده همه تیرما حجت الاسلام محمود مشایخی امام جمعه نوشر از خالی بودن مساجد به بهانه تماشای سریال های تلویزیونی شکایت کرده بود و گفته بود این نوع برنامه ها باعث شده تا مساجد از حضور مردم خالی بماند اما خالی بودن مساجد و دوری جوانان از اسلام تنها به علت علاقه به برنامه های کانال های نیست بلکه ریشه در واقعیت های دیگری دارد مردم در سی و چار سال گذشته با چهره واقعی اسلام به طور ملموس آشنا شدهاند. اما شکوه حسامدین مشتهدی با توجه به جایگاه و موقعیت ویژه‌ای که در اجتهاد و تسلط بر دانش اسلامی دارد از ویژگی خاصی برخوردار است. مشتهدی را از لحاظ مراتب و مدارج به اصطلاح علمی فقاهتی می توان با بالاترین مراجع تشیع و تسنن در ایران و خاورمیانه میانه مقایسه کرد. حسامالدین مشتهدی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهر سنندج در دوره پهلوی به خصوص بعد از اصلاحات ارزی و سفر محمد رضا شاه به کردستان به یک آخوند درباری تبدیل شد او در جریان سفر محمد رضا پهلوی به کردستان در سال 1342 در متحوی متنی تاریخی قرائت کرد و سفر محمد رضا به کردستان را تاریخی نامید از آن تاریخ به بعد او در وصف شاه و خاندانش خطبه میخواند و پاداش میگرفت مردم سنندج متن کامل این شعر را که در خطبه های اول نماز جمعه هر هفته تکرار میشد به یاد دارند که میگفت برازنده تاج و تخت خسروی از سلطان ابن سلطان محمد رضا شاه پهلوی خلد الله ملکه و سلطنته اما با سر آمدن جمهوری اسلامی این خود مشتهدی بود که عطای محراب و منبر مسجد دارالاحسان سنندج را به لقایش بخشید ولی جمهوری اسلامی بود که با وجود این کارنامه سیا با پیشنهاد مبالغ هنگفت او را به بازگشت به منبر دعوت کرد و با گذشت چند سال او را نه تنها به مسجد بازگرداند بلکه به عضویت مجلس خبرگان رهبری نیز درآورد و مشتهدی یک بار دیگر ردای نوکری اما مجیزگویی ولایت فقی را بر دوش انداخت و این بار در مدح و ولی فقی به منبر رفت مشتهدی با چنین موقعیتی در شرایطی از دوری مردم از اسلام و تأثیر پذیری آنان از های ماهوارهای سخن میگوید که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هر روز در بوغ و کرنای از شکست ضد انقلاب و ولایت مداری مردم کردستان سخن میگویند. سپاه پاسداران میلیاردها تومان از سرمایه کشور را برای جا انداختن فرهنگ مافوق ارتجاعی اسلامی در میان مردم کردستان هزینه کرده است اما یکی پس از دیگری جیرخارانش از دوری مردم کردستان از اسلام و رویاوری به کانال های سخن سر می دهند. هنوز یک هفته از نق زدن فرهاد عزتپور رئیس مجامع امور سنفی سنندج که تولید کنندگان را به الگوگیری از طرحهای ماهواری در دوخت لباس متهم کرد و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را به شدت عمل علیه بیهجابی فراخواند نگذشته است هنوز یک هفته از اظهار نظر رضا حمیدی رئیس مجامع امور سنفی تولیدی سنندج نگذشته که گفته بود اصناف بزرگترین تریبون ساکت برای ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه هستند و هنوز یک هفته از حمله زره سپاه پاسداران برای در هم شکستن ماهواره ها در شیراز سپری نشده است. اگر سی و چار سال سرکوب سی و سال کشتار و اعدام بیرحمانه سی و سال هزینه کردن برای فرهنگسازی مطابق الگوهای اسلامی پاسخ نداده باشد و موقعیت اسلام در ایران چنین باشد که مشتهدی و بسیاری دیگری از امامان جماعت به آن اعتراف می کنند این واقعیت چیزی جز شکست ایدولوژیک جمهوری اسلامی نیست بر متن این ورشکستگی ایدولوژیک نظام جمهوری اسلامی باید هرچه گسترده تر به رواج فرهنگ پیشرو پرداخت